ایشون ماها رو یاد بهشت انداخت و خب هوس میکنه انسان. بله انشالله که همه ما اهل بهشت باشیم، انشالله خدا هممونو به هر استعدادی ببخش و ببره بهشت. امام حسین یه فرمایشی دارن توی دعای عرفه، خیلی خبره توش، چیز خیلی بزرگی. خب امام حسین بود در این دعای عرفه با خدا حرف میزنه بود، چه میگه؟ یه تیکه از فرمایش‌های دعاهای امام حسین اینه که خیلی خبره توش. می‌فرماد خدایا من یه خواسته‌ای دارم که اگر به هم ندی هر چی بدی به دردم نمیخوره اگه اونو ندی. و اون اینه که خواستم اینه منو نبر جهنم، برای اینکه اگه منو جهنم ببری هیچ اونجا به درد من نمیخوره. هورولن کجا پیدا میشه؟ دم میلیون فرسخه میسوزه میسوزه. آقا تو آتیش مثلا در این میسوزی حالا برات خامه آوردن هیچی به درد نمیخوره. میفرماد اگه اینو به من ندی، یعنی بهش منو جهنم ببری، هر چی بدی به دردم نمیخوره. و اگر منو جهنم نبری حالا دیگه هر چی ندی برای من ضرر نداره، یعنی فقط برو بهش، حالا هر چی بد ندن ضرر نداره، نفع هم داره. خیلی جهنم خطرناکه. اینکه تو دعای جوشن کبیر 1000 تا اسم خدا رو ده تا میگوی، هی میگوی سبحانک یا لا اله الا الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب. بزرگترین فوز انسان اینه که انسان جهنم نره، چون جهنم بره دیگه هیچ خب تموم شد، هر چی هم دیگه بهت خدا بده به دردت نمیخوره. اما اگه جهنم نری جهنم، یعنی بری بهشت، هر چی هم بهت نده ضرر برات نداره، حالا بده بهت. یه همچین داستانی داره تو جهنم میگذره ها. خلاصه اینو به چیز جدی خیلی بگیرید. بعد تو هم دعا عرفه است، نگاه میکنم که متنش هم از روح چشمم بخوره براتون بخونم. اینا دارن در این حال که خدا میکنن خیلی چیز به ما دارن یاد میدن که موقعیت رو ما دریافت کنیم دنیا چه خبره، چه جوره. جهنم خدا نکنه کسی اصلا، بدترین ضرره، شر و شره. همه زمین و آسمون رو به هم بدوزید که جهنم نرید. قرآن کریم میگم بوی بهشت حال بذار جهنم رو درستش کن. قرآن کریم آیه داده داره که خیلی همچین امیدوار کننده است، سوره نساء. این آیه رو میارم براتون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. میفرماد که اگر ما این گناهان کبیره رو که نهی کردیم نکنه، اجتناب کنه، گناه کبیره ها رو نکنه، نکفر عنکم سیئاتکم، بقیه رو من میبخشم. تو گناه کبیره نکن. صفحه 83 قرآن آیه 31، 83 قرآن عثمان تاست، آیه که آخر 31 نمیشه. ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه، اگه اجتناب کنید از گناه های کبیره ای که شما رو نهی کردیم، نکفر عنکم سیئاتکم و ندخلکم مدخلا کریما، میپوشانیم گناهان کوچک شما رو، میپوشونیم تو پرانتز و میبخشیم و شما رو در جایگاه با ارزشی وارد میکنیم، یعنی بهشت. علما رفتن تیرس که خب گناه کبیره ها چیه؟ اون وقت دست به نوشتن کتاب گناهان کبیره زدن. این گناه کبیره که آیه درس قبل نوشته یا آیه مجتهدی کتاب نوشته، اینا این آیه است. کبیره ها رو خب نمیکنیم. کتاب خیلی خوبی آیه دستخیب رحمت الله علیه، این گناهان کبیره
بخونید، خیلی کتاب مفیدیه و خیلی روشن میکنه انسان. آی خمینی تو تحریر، حالا تحریر اونقدر مفصل جا ندارن بگن، ولی در این حال یه مقدار گناهان کبیره رو میشموره. بعد بحث میکنن گناهان کبیره رو که شمردن مثلا چند تا دونه است، کم و زیادش هم بحث توش که انقدر هست انقدر نیست انقدر هست. حالا من یه چیزی از این رو میارم، هم تحریر الان باز شد اینجا به خاطر که تو شرایط امام جماعت گفتن عادل باشه و بعدم در عادل میگن گناه کبیره نکنه، گناه صغیره رو تکرار نکنه. خب اینجا ناچار شدن گناه کبیره رو پس بگن که اینو نکنه اما گناه صغیره رو تکرار نکنه. میفرماد کبائر چه گناهانی هستن؟ آقای خمینی صفحه 274 تحریر وسیله میگه قرآن کریم رو باز کنید، هر جا که گفته اگه بکنید میبرم تو جهنم نکنید، کبیر است. کل معصیت بردت تاویل و علیها به نار. نگاه بکنید اگه گفته عقوبت میکنم اونم کبیر است، نکنید. اگر خیلی شدت خدا داده که این کار انجام نشه تشدید عظیم، اینم کبیر است. یا مثلا روایتی آمد که فلان گناه کبیر است، خب بعد گوش بکن. خب بعد همین با همین فرمولا نشستن گناه های کبیره رو کتاب نوشتن. آی خمینی می فرمود گناهان کبیره زیادن. ها چند تاشو میگم. الیأس من روح الله. اول دونتن سراغ این. بگه اگر کسی مایوس بشه که دیگه خدا منو نمیبخشه، خود این مایوس شدن گناه کبیره است. چرا مایوس میشه؟ خدا میبخشه. الامن من مکره. یک کسی بگه خدا حریف من نمیشه، خود این حالت گناه کبیر است. کذب بر خدا کبیر است، کذب بر رسول کبیر است، کذب بر ائمه تر. قتل نفسه که نباید کشته بشه کبیر است. او والدین اذیت کردن پدر مادر اینا ناحق کبیر است. مال یتیم رو به ظلم بخوریم کبیر است. زن پاک دامن رو نسبت زنا بدیم کبیر است. از جنگ فرار کنیم کبیر است. قطع رحم کبیر است. سحر کبیر است. زنا کبیر است. لواط کبیر است. سرقت کبیر است. قسم دروغ به خدا کبیر است. شهادتی رو که نباید بپوشونیم بپوشونیم که ما ضرر به کسی میخوره و اینا کبیر است. بریم شهادت باطل بدیم کبیر است. نقض عهد با خدا عهد بستیم نقض کنیم کبیر است. وصیتی کسی کرده تو وصیتش دست ببریم کم و زیاد کنیم گناه کبیر است. شرب خمر همتون میشمرن تا چند تا هم برن جلو. این خدا منت بگذاره کمکمون کنه. ببینید اینجور هست جهنم و یه جوری باید بشه نریم توش. روایت داریم که وقتی اشخاص وارد پل صراط میشن، چون باید پل صراط رو طی کنیم و بریم بهش، جلو راه دیگه جلو راه، خدا اینطور کرده که همه حتی عزیزاش، حتی پیغمبر امام حسین از زهرا باید برن تو جهنم، بعد میرسن به بهشت. راه رسیدن به بهشت رفتن تو جهنمه، همین که شما میگید پل صراط. آقای خمینی تو سخنرانی فرمودن پل صراط پلی نیست که از زیرش آب میره، یه پلیه که هم از روش آب میره هم از زیرش، تونله. در واقع تونلی است تو جهنم بعد عبور کن. آیه اومد در سوره مریم صفحه 310 آیه 71. یه نفر آیه رو بخون. اعوذ بالله من الشیطان. آره آخر آیه 71. آره اینه، آره همینه. اینه این آیه اومدش که ان منکم، هیچ کدوم از شما ها نیستید الا اینکه بعد برید تو جهنم.
خب اینا که می آمد حالا ممکن بود با التماس و گریه و زاری و اینا مثلا تخفیفی بشه، یهو خدا همه جلوهاشو بس، کان علی ربک حتما مقضیا، خدا اینا حتم کرده و از فرمانش هم گذشته، یعنی نمیشه به هم زد. حتم یه داستانایی رو بدونید، ببینید وقتی که خدا من چیزی رو حتم میکنه یا فرمان میرانه اصلا نمیشه به هم زد. این امام حسین داره در دعای عرفه با خدا حرف میزنه، اول دو تا جمله میگه، اینا خیلی کلاس ها، اینا مهمه که میگن. دعای عرفه شروع شد، الحمدلله الذی لیس لقضائه دافع، همینه میگه، حمد مخصوص خداست که فرمان برانه دیگه هیچ جوری به هم نمیشه زد. این گفت مغزی هم دیگه، ولال عطائه مانع، بخواد عطا کنه هیچ کس نمیتونه جلو بگیر. یه همچی خدا رو باید باش حرف زد، چون خیلی مستقله. وقتی بخواد فرمان برانه 124,000 به همه تیک بارم بشن به همزه میزه، هم میگه همینی کس یه همچی خدا اینجاست، اینو باش حرف زد، چون این جدیه کارش. و اگر هم چیزی بخواد بده تمام خلقت بیان حریفش نمیشن، میده. خب اینه بد باشه، ما خیلی عباس میرم اینه ببینیم برش که فرامینش چیه، قضاهای الهی اینطوره و اگرم بخواد دیگه میکنه. بعد وارد دعا میشه، ببینید خدا میگه حتما مغزی یا این حتمه. و خب حالا رفتیم تو جهنم، ثمن و نجل لذین تقو، اون وقت با تقواها رو ما نجات میدیم. و ندر و ظالمین فیها جثیا، اونی که ظالمه اونجا نگهش میداریم. این خیلی خطرناکه، ببینید فرض کنید که بیان دور تا دور تهران دیوار بکشن، دور تا دور بی استثناء همه، حتی مقام رهبری بگید باید حبس بشید همه. حالا خود خدا نه کس دیگه میخواد بیاد اون که جرم نداره بیرون کنه. کار اگه دست ما بیافته این چی بشه؟ ما جرمی ثابته. تو ده ما میگفتن دزد نگرفته شاهد، کسی خبر نداره که جرم کرده. خدا رو چه کارش کنه؟ خدا اون میگه من اونی که جرم نداره بیرونش. ثم من و نجل لذین تقو، میگن یه منبری رفته بود منبر، گفتش که پل صراط که وارد میشن مردم دوزا میریزن تو آتیش، دنم هیزا میریزن، زناکارا میریزن، هی داشت میگم میریزن میریزن همی. این لاره به اون بغلی گفت جغل جغل پسر ما رو فعلا افتاده داشته باش ببینیم چی میشه این که داره همه رو میریزن. گفت فعلا ما رو افتاده داشته باش، ما هم رفتیم. یکی از اینایی که گفت منم هست، گفتش که آقای رو منبر گفتش که پل صراط از مو باریکتره، از آتیش سوزنده تره، از شمشیر برندتر. گو آقا بگو راه نیست راحت، آخه این که راه نیستش، بگو راه نیست راحت. خب ببینید اینطور، ثم من و نجل لذین اتقوا، دم کیو ببینیم؟ دم خدا رو برده، هیچ کس کاری نیست. خدایا ببخش افغانی. حالا بالاخره شبی روزی یه جایی پرونده رو درستش کن، گناه کبیره مخصوصا نباشه، کن صغیره ها رو که قول داد ببخش. پل صراط 3,000 سال راهه، 3,000 سال اصلا پیغمبر ما مبعوث شده تا حالا 1,500 سال نشده، 1,400 و فلانه. نه سالای دنیوی با همین سال ما 3,000 ساله، خیلیه. بله آدمی هست این ور صراط وارد میشه 3,000 سال، لکن اگر گناه کسی نداشته باشه معصیت زود رد میشه. این معطلی ها مال معصیت است، به هر یه دونه معصیت یه دفعه پاش لیز میخوره که بره تو آتیشا. اگه بعدش توبه کرده یا کاری کرده که قابل نجات، ملائکه میگیرندش، اگر نه که رفت کرد. همطور که دارن رو تو پل صراط رد میشن، مردم میبینند برقی زده شد، یعنی 1,000 ثانیه که برق
چی شد؟ میگن محمد ابن عبدالله رد شد. اونو معطل نمی کنه، یه برق دیگه میزنه. حالا اینو طمع کنید شما، یعنی کی بود؟ یعنی علیون و شیعتو رد شد. ما شیعه او باید بشیم. به کمتر از یک هزارم ثانیه رد کنیم، گناه ها معطل میکنه، اگر نه زود رد میشه. اینا که دارن تو پل صراط را میرن، هزار سالش سربالاست، هزار سال مسطحه، هزار سال سرازیر. اینا دلائل بر مسائل دنیا هست. شما اگه خداوند حالا مثلا 60 سال عمر، 75 سال بده، عمر بده 15 سال که بچه بودی 60 سال، 20 سال اول زندگی سربالاست، هم جلو شهوتتو بد بگیری، هم نمیذارن. حالا ما نمیخوام بکنیم اون بغل اون یکی نمیذارن. بندگی کردن سخت بین اوائل، چون خود شهوت انسان هست، دیگران هم نمیذارن. یه 20 سالی اونایی که گناهکارند و اینا تمعش قطع میشه از تو، نه اهل زنا و لواط و دزدی نیست، ولید میکنن دیگه، مزاحم اونجوری نداریم. حتی بابا ننه هم خراب باشن میبینن این بچه اینه. این 20 سال وسط رو فقط را رو بد بریم، کسی اذیت نداره. 20 سال آخر عمر نری هم حلت میدن، انقدر رفیق خوب پیدا کردی، یه شم هم نمیخواه بری جماعت، پاش بریم بابا، پاش بریم سرازیره. اینا نمایش مسائل دنیاست. به امام ششم گفتن که آقا شما چطوری از پل صراط رد میشید؟ فرمود من رد شدم. رد شد. تو همین دنیا باید رد شد، اونجا نمایششه. چجوری رد میشیم؟ من از شما میپرسم، گناهی هستش که اگر پیش آمد بشه شاید شما انجام بدی؟ شاید. خودت جواب بده به من، نمیخواد تو دل خودت. نه تو رد نمیشیم، شایدی نداری. یا واجبی هستش که شاید نکنی؟ نه رد گرفتاری. اون وقتی که واقعا تو هرچی میخواد خدا آن بده، محاله یه گناه بکنی، میبینی به خودت هیچ از هیچ کسی نمیشنست و نمیکنی و محال واجبی رو ترک کنی، شما رد شدی از صراط. خودت تو توالت که نشستی فکر کن رو خودت، تو رخت خوابیه برو گوشه بشین، خودت فکر کنم به کسی نیست. الانسان علی نفسه بصیره، انسان خودشو خوب میشنست، قرآن آمده هم انسان خودشو خوب میشنست. من سنم کم بود، یا آسیابی تو دهمون بود خراب شده، الان دیگه خرابی ازش مونده. این آب که میامد میریخ پایین، سنگ آسیاب میچرخون، اینا این که با آب آسیاب سنگش به چرخ آرد کنه گندم رو جنا یاد دادن، زمان سلیمان اینا یاد دادن، گفتن این آب از بالا یه جوری چی کنه که این خودش چیز داره و براتون مفتی میچرخه دیگه، وقت آب نیاد نمیشه. بس سنگ یادشون دادن چیکار کنید شما. بعد آسیاب بود، من چند بارم رفتم گندم رو میریختن. ما آسیابون یه دوتا آورده بودن از خونسار، خونسار شهریه، دوتا داداش بودن. اینا هم مثلا یه مقداری آرد که درست که یه مقدارش میگرفت، مثلا هر یه منی مثلا دو سیرشون حساب داشتن، اینا رو جمع میکنم، مزدشون همین بودش. البته آسیاب هم رم میدازن، مرتب میکردن، کار میکردن، اینا مهم بود. این دو نفر، من سنم کم بود ولی تعریفشو میشنیدم، این دو تا نفره خیلی دعوایی بودن، هر شهر بودن، همه دعوا با اندک چیزی. حالا اینجوری بود، یکیش کوچکتر بود، یکیش بزرگتر بود. یه نفر تو ده ما بود، من اونو دیده بودمش، بهش میگفتن علی گربه. حالا من بچه بودم ولی من میگم علی گربه. یه دفعه علی گربه تو صحرا دعوا شده بود با یه نفر، این کوچیکه بود دیده، همین داداشه کوچیکه. یعنی شب تو آسیاب خوابیده بودم با داداشش، یاد دعواه میفته، میگه داداش این علی گربه خیلی آدم پدر سوخته است، دیده بوده دعواش عادی خیلی شر. یه خورده میگذره میگه داداش عین خودمونه، عین من تو یه آدم خودش میشست، گفت عین خودمونه، جنسش چه خرابی جنس ماست. ببین آدم خود میدونه خودش جنسش خرابه، جنسش وسل میشه، بشر خودش میشست.
الانسان علی نفسه بصیره. خودت میدونی حالا که دارن 3000 سال را میرن، اون سومی رو که دارن سرازیری میرن 1000 ساله، 500 سال دیگه مونده پل صراط تموم بشه بوی بهشت میارنش. 500 سال مونده به از صراط خارج بشن بوی بهشت داره میارنش. بگن بعضی انقدر بعضشون وخیمه که بوهرم درک نمیکنن، قبل از اینکه اونجا برسن رفتن تو جهنم، تموم شده کارشون، بوی بهشت رو هم استشمام نمیکنه اونا هستن. خبر یه خلاصه فکری واسه صراط بکن، بکن تجربه. شاید مثلا 20 سال 25 سال پیش بودش، خیلی وقته. حالا خواب دیگر تو همش امیدیم دید چه بکن. خواب دیدم که تا تونلم بود، جایی بود وسیع هم بود، خیلی اینجوری دیوار و زمینش هم مثل خاک بودن، این رنگی بود. نه اسفال ولی خوب یادمه هر سری جلو میرفتن انشالله هیکل، من این سمتشون کنارشون کمی عقبتر البته، ولی میدیدم اینجا صورتشون بود، خیلی با ابهت را میرفتن و این پل صراط بودش. من دنبالشون میرفتم، نه حرفم را همش حال هوای این جلسه شما بودش تو دلم. جلسه بانگی ها من بگم اینو، نه که حرف بزنیم، همه مثل که مربوطه به شما بود. خلاصه تقریبا فاصله تا ایشون انقدر فاصله، من دیدم صراط تمام شدش، من دیدم آخرشه و یه خواب پا شده. بخواب ببینید اینا بجدست دیگه میان نجات میدن، ما اگر اینا نجات مون ندن که بدبخت، ولی قدر جلستتون بدونید به خاطر شما میخواد من نجات بدم. یادم خوب خواب دیگه، من خواب شاید 30 سال دیدم اون تازه نیستش، ولی همش حال هوای ما 12-13 تا جلسه داریم تو هفته، هی یاد شما بودم تو اونجا. بله ببینید دست این ور اون ور التماسی جوری، بالاخره که ائمه نجاتتون بده، اینجا هم باید قولش رو بگیرید، اینجا تو خوابی جوری بالاخره باید نجات پیدا کنه از این صراط. مطلب دیگه شوخی نداریم، ثم ننجی الذین اتقوا، یه دونه گناه اونجا نگه میدارن، خداش خدا رو چیکار میخوام بکنی؟ ببینید اینه، ببینید خوف و اینها باشه. وقتی از صراط میان بیرون، پاشو از صراط میذاره بیرون، بهشت نیست، سرزمین اسمش اعرافه، زمین های سرسبزیست، چیز سربالای و سرسبز و اینا، بعدش بهشته. ولی خوبه دیگه اینجا راحتی، تام شدش، خیلی هم خوشحالن، عجیب غریب اینا که از صراط اومدن بیرون، میدونن دیگه حالا باید برن بهشت. منتها درهای بهشت بسته است، باید صبر کنین تا معصومین بعد تشریف بیارن. اونا بعد حرفایی میزنن با اهل جهنم، سوره اعراف داره، بعد دستور باز شدن درها رو میدن. چون معصومین دیر تشریف میارن، گرفتار ماها هستن، دارن شفاعت میکنن قیامت. اگه اون نبود که زود میبادن میرفتن. ما یه دفعه 5-6 تا بچه بودیم، یا آقای خدا رحمتش کنه مرد مشور خلا برده اون برای هموم، خودش هم هموم احتیاج داشت، من رو شست بیرون کرد، اون رو شست، معطل ما بود، هی می شست میگو برو بیرون، معطل هم ماها رو شفاعت کنند، اگر نه زود میان تا قیامت کار تموم بشه، میان دو وقتی خسید حرف هم با اهل جهنم میزنند و هست سوره اعراف اینا رو و دستور باز شدن بهشت رو میدن. اصلا سوره اعراف اینا باز شده اعراف همش اصلش همین داستان هست، همین سرزمین های سبز قبل بهش و بعد از پل صراطه. من اون آیاتو میارم براتون، صفحه 156 قرآن، در صفحه 156 اون بالا میفرماد، حالا خط اول دوم نه، با سومم نه، چهارم، خط چهارم اونجا که 45 نوشته و بینهما حجاب و علی الاعراف رجال، اعراف اینجا مطلب اینا 13 نفرن پیغمبر و 12 امام، یعرفون کلا بسیماهم، این رجال همه رو میشناسند. از اون وقتی که خداوند مخلوقات رو خلق کرده تا ابد، 13 تا آدم گفتن ما همه رو میشناسیم، دیگه هیچ کس نگفت، نگفتن شوخی هم نگفت، حضرت موسی نگفت من کسی رو میشناسم، نمیگفت دروغ برش بگو،
ولی پیغمبر و دوازده امام الفرس زهرام هستن تا مردن خانم ایشون زود میرن بهش بزودتر این چهارده تا همه رو میشناخت. الان هر کدام ائمه تمام مردم میشناسن، حتی موهای تنشون چند تاست میدون، تمام اطلاعات خدا بهشون داده، قرآن خبر داده، یعرفون کلا بسیماهم، سیما یعنی با همه مشخصات. و نادا و اصحاب الجنت وقتی وارد میشن خب بهشتیار میبینن پشت در آوستادن از پل صراط هم اومدن بیرون سلام میکنن بهشون، 13 نفر به اهل بهشت سلام، سلام علیکم. لم یدخلوها، اینا داخل بهشت نشدن، و هم یطمعون، اما طمع دارن که داخل بهشت بشن. چرا طمع؟ تو دعای جوشن ما رمزون یا غیر ما رمز خوندی؟ یا من فی الجنت فضلو، یا من فی النار عدلو. بهش فضل خداست، بهش هیچ کس حق نداره، طمع داره که به حق نه. پیغمبر فرمود قیامت که میشه خداوند به همه خلائق میفرماد در مقابل نعمتهایی که بهتون دادم چیکار کردی؟ همه کم میارن، نعمت ها زیاده. دو جای قرآن میفرماد و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، نعمت های خدا رو بشمرید تا خدا خداست تمام نمیشه. ده اعمال ما که اینقدر زیاد نیست. آقا فرمود همه کم میارن، یک کسی پای منبر گفت آقا شما هم کم میاری؟ فرمود بله. اون بی‌نهایت نعمت ها، عمل هرچی زیاده. تو ریاضیات دبیرستان به ما گفتن عدد هرچی بزرگ باشه در مقابل بی‌نهایت نزدیک به صفره، بی نهایت. خب تکلیف معلوم شد دیگه، هم باید برن جهنم. این خیلی خوب، این چیزای خوبیست، این چیزا اینا رو کم کنیه، خیلی خوبه، خیلی خوب. بعد خدا میفرماد همه نعمتامو به شما بخشید، به همه. من اصلا مؤاخذه نعمت نمی کنم، فقط گناهاتون رو با ثواباتون مقایسه میکنم. اینجوری میشه خلاص، نه کار نداره نعمت چی فلان، ترازو میاریم ثواب گناه میکشیم، خدا به دادمون برسه. این طمع از این جهت تو قیامت همه ماسه افتاد ته کیسه، فهمیدن کسی حق بهش نداره، اون هیچی واب تو خب خدا میخواد به فضل شه. من عمله شدم سر چهار را، طرف گفت آقا 50,000 تومان غروب بده، میدم غروب 50 تومان میده، طمع دارم به 100 تومان دیگه بده، طمع طمع ندم. خوب به طلبکار نیستم، ولی حالا میگن میده و میگن آدم خوبی و طمع. بهشت همه را به طمع میبرن. یا من فی الجنت فضلو، زیادیه بهشت برای همه، طلب کسی نداره. عدل میخوای؟ فی النار عدلو، اونجاست. ولی میبره خودش گفتیم. اما اینا میان بعدش این 13 نفر برمیگردن با اهل جهنم، اینا همه تو جهنم اند، مقدار صحبت میکنن، حرفای میزنن، صحبت اینا مفصله. وقتی خواست بگید من اینا رو بگم براتون چیا گفتن، چی ردا بدم. حالا برم بعد اون وقت دستور میگن ادخل الجنه، هم قبل از اینکه آیه 49 وسطاش یهو درا بهش باز میشه به دستور اینا که اون مهمیرن هم به بهش. لا خوف علیکم ولا انتم حزن. حالا داستان است که آیه بعدی گفته یه تو بهشت که شما ها برید، هر کی هر بهشتی، هر بهشتی تو بهشت خودش اعلی حضرت همایونی هستش، سلطان شاه هر بهشتی. میگم که زود بگیریم ها، ولی عین شاه ها و هر کس تو بهشت خودش، هر بهشتی اراده کنه یه جهنمی رو ببینه، هم که سرش رو بکشه میبینه، خدا میکنه میتونن با هم حرفم بزنن، مثل اعلی حضرت هست. شاه ها هر زندانی رو بخوان هر وقت ببینن یا میرن یا میگن بیار میوش آیه دیگه، اینا زندانی های خود. ولی شما بخوان مثلا یا اونجا هستیم تو بهش، چنگیز مغول کجاست مثلا، همون سر تو بلند کنی میبینیش، حرف هم با هم میزنید. بله این قاعده بهش، یک از قوانین بهش، نه اینکه حالا از اونجا بسن خیلی به اینجا برسه، نه فقط میتونن سخن بگن. آیه بعده و نادا اصحاب النار، یه وقتی که اون اهل جهنم صدا میزنند اصحاب بهشت رو که ان افیزو علینا من الماء،
یه خورده آب بریزید برای ما، او مما رزقکم الله، یا از اینایی که خدا روزیتون کرده. قالوا ان الله حرمهما على الكافرين، بهشتی ها میگن خدا آب و غذاها رو بر کفار حرام کرده. اینا کیا بودن؟ الذين اتخذوا دينهم لهوا لعبا، دینشون رو بازیچه گرفتن بودن، لهو گرفته بودن. قررت هم الحیات الدنیا، قرم گول دنیا رو خوردن. شنیدم محمد رضا شاه در وقتی که از ایران داشته خارج می شده، که رفت که رفت که رفت، به پسرش گفته پسر من دین رو بازیچه گرفتم. یعنی هی گفتم دینی های کاری میکنن، ما خندیدیم گفتیم اینا نه نه راستی دارم بیرونم میکنم، گفته بوده ده پسر من دین رو بازیچه گرفتم. اینا خود خدا میگه اتخذوا دینهم لهوا و لعبا. اللهم صل على محمد و آل محمد و بنج و فرج. خدا انشالله هممون اهل بهش قرار. پس شما تو بهش هر کس خاصی اونجا میبینیش. خدا انشالله هممون به فاطمه زهرا ببخشه و بیامرزه. اللهم صل على محمد.